خب تو قسمت قبل دیدیم که راه افتادیم به سمت عراق، سوار هواپیما شدیم، رسیدیم نجف، یه تاکسی گرفتیم و وارد قلب شهر شدیم. هوا بس نوجوانمردانه گرم بود. اونقدر پیاده راه رفتیم تا رسیدیم به حرم امیرالمومنین. زیارت کردیم و راه افتادیم به سمت کربلا. کلی پیاده روی کردیم، همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینی که خسته شدیم. ماشین گرفتیم و بقیه راه با ماشین رفتیم. این شما و این شهر کربلا و حرم امام حسین. اول حرم امام حسین، بین الحرمین و حضرت ابوالفضل رو زیارت کردیم. این خلاصه‌ای بود از قسمت اول. از اینجا سفر من به کاظمین، سامرا و سید محمد شروع میشه. حتما پیجم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا همه سفرهای من رو بتونید ببینید. مهران مهران خب بالاخره راه افتادیم به سمت کاظمه، ولی نه با 10,000 دینار که 15,000 دینار. اینجا بنزین لیتر 450 دینار، سوپرش 650. شهر بغداده که نسبتاً خیلی تمیزتر و خیابون بندی ها شیکتره نسبت به شهرهای دیگه. شهر کاظمین. یواش یواش دیگه داریم میرسیم به حرم. آره کاظمه اینه دیگه، محله است توی بغداد. جا شهر کاظمه، داریم میریم به سمت حرم ها. واقعا بعضی از سفرها را باید بدی تا قدر جایی که خودت زندگی میکنی رو بفهمی. امام موسی بن جعفر و امام جواد الائمه دو ذریح کنار هم هستند در کاظمه. سومین ایستگاه بازرسی کاظمین هست که اینجا دیگه گوشیامون رو تحویل میدیم، نمیتونم براتون فیلم بگیرم. خب رفتیم کاظمین زیارت، خیلی خوشگل بود ترمش، ولی متاسفانه اجازه عکاسی فیلمبرداری نمیدادن. وحشتناک زرد بود، ترک زدیم
بیرون خیلی گرم هوا، ولی اون تو خیلی یخ بود داخل حرم ها. از کاظمین به سمت سامرا وسط راه یه جایی هست به اسم سید محمد که عموی امام زمانه، پسر امام هادی، و میگن که خیلی حاجت میده. حالا جای دیدنی هست، من این ببینیم. اینجا سد سامراه، سامرا، و خیلی خیلی زیاد میگردن. تمام کولای ما ریختن بیرون. از ورودی سوار ون‌های رایگان کردن ما رو به برنجه حرم. دوباره یه دور دیگه ما رو گشتن، تمام زیپای کیف و همه وسیله ها، همه چیزا دوباره ریز ریز همه ریختن بیرون، گشتن دوباره حرم امام هادی، امام حسن عسکری و نرجس خاتون و عمه امام زمان، چهار نفر در زیر یک گنبد هست که اینجا خاکن. و سامرا شهریه که در اون قرار داره. بمب‌گذاری شده بوده قبلا و آثار تخریبش هست که دارن مرمت میکنن. آسانسور داره سردابه که امام زمان از اینجا غیبت داشتن. اونجا رو بلش کن، برو برو. خادمای حرم اینا اکثرشون ایرانی هست و قشنگ تفاوت احساس میشه با بقیه حرم ها. خیلی منظمتر و بهتر هست. قدم داریم بذاریم به خونه که رو فرش که رو فرش خونه خود آقای ما. سوار بند شدیم به نفری ده دینار گفتن، حدودا 3 ساعت طولانی. اینجا قبرستان وادی السلام هست که در نزدیکی
حرم امیرالمومنینه و بزرگترین قبرستان دنیاست. جالبه که قبرها هیچ نظم خاصی نداره، هر کسی برای خودش یه عمارتی ساخته. اینجا شبیه مرده دارم میبرم من حرم امیرالمومنین. انواع غذاهای خیابانی از کباب ترکی، اینجا املت، بعد این فلافل، هرچی که بخوای توی ساندویچت پر میکنن. اینجا قهوه عربی. های کباب جان، کباب جان، عمر زایق، مرغ سفاری، کباب. کباب چنده؟ دو سیخ پنج. دو سیخ پنج دینار. اکثرا هم فارسی بلدم. رفتن داخل حرم بعد حتما چیکار تحصیل بده، ولی اصلا جا ندارن، باید بایستیم یه نفر بیاد که بشه تحویل بگیره که خالی بشه. که بر اول ما اومدیم زیارت امیرالمومنین، زمین تا آسمون فرق کرده، انقدر شلوغ شده حرم ها، اصلا جای سوزن انداختن نیست. ایوان طلای نجف والامت مسرت على مقت مجتمعات على قطيعتي رغنه والمصار والتهي إن القليل من الوفر إن القليل من الوفر رعاية الحق فيه فقتبا ما قتل وصبيا تاکسی گرفتیم برای فرودگاه، با کلی چک و چونه سه نفرمون رو 10 دینار قبول کرد. چاوانی برای سورینی از من بگیرم میگه از منم بگیر یه دو بده. فرودگاه عراق، نه فرودگاه نجف. این سفرم به پایان رسید، اگرچه کوتاه، خیلی مختصر و مفید بود. به همه
اون جاهایی که دوست داشتیم رسیدیم، رفتیم دیدیم همه جا رو. انشالله تا سفرهای بعدی پیجم رو حتما سابسکرایب کنین، لایکم فراموشتون نشه. امیدوارم که یه عالم سفر باحال با هم دیگه بریم.